بینندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما. در روزهای عید هستیم و ما هم در برنامه های نوروزی سیمای آزادی در خدمتون هستیم. فرصتی دست داد تا با ابوالفضل فولادوند راجع به موضوع جدیدی صحبت بکنیم. ایام عید و مردم ما با مصائب و مشکلات زیادی درگیر هستند. موضوع سرکوب رژیم، بگیر و ببندش، زندان‌ها و شکنجه خب چیز جدیدی نیست، ادامه داره، در ایام عید هم ادامه داره. گرانی و بیکاری مردم رو تحت فشار خیلی زیادی قرار داده. علاوه بر اون ما سیل داریم، از اون طرف هم بلای کرونا نازل شده بر مردم که با شرایطی که رژیم ایجاد کرده خب این خیلی مردم رو تحت فشار قرار میده. از یه طرف ما باید تبریک عید رو بگیم و خب بنا به سنت رسانه‌ای هم باید، یا بگیم پروتکل‌های رسانه‌ای هم باید تبریک عید رو گفت. بله. ولی این با چه منطقی جور در میاد؟ از یه طرف تبریک عید، از یه طرف شرایطی که الان در ایران وجود داره. خب اول به هر حال طبق همون پروتکل‌هایی که خود شما گفتید، چه پروتکل‌های رسانه‌ای، چه به هر حال پایبندی به سنت‌های نیکو و حسنه مردممون و فرهنگمون، اجازه بدید پس منم اول تبریک رو بگم، چون شما هم گفتید تبریک رو، پس اجازه بدید که منم به مردم عزیزم مجدداً تبریک بگم عید رو و فرا رسیدن سال نو رو، و آرزو کنم براشون که سال جدید، سال سقوط سر و سرنگونی دیکتاتوری فعلی باشه و سال برقراری حاکمیت ملی و فرارسیدن روزهای خوش آزادی و رویش. برحال ببینید رغم این که موضوع بحثمون مشخصه ولی برحال تبریک رو بله، چون برحال حرف خوب رو باید زد و بیشتر هم زد و تکرار کرد. این از اون قسمتی که برمیگرده به هر حال به قول شما به پروتکل ها و به سنت ها. اما من امروز اینجا یک مجموعه ای، من میخواستم یه چند تا کتاب رو میخواستم بیارم که به اصطلاح چند تا سند و فاکت و نکته بود که بگم، دیدم اگه بیاریم دیگه باید اینجا بشینیم، الان مثل این مولا نوقتی ها هستن، یه چند تا کتاب این بر میشینن، یه چند تا کتاب اون بر میشینن، که زیاد مناسب نیست که من چاپ گرفتم از چند قسمت این کتاب و گفتم اینا رو بیارم. ببینید عید در مفهوم حقیقی خودش در لغت که به معنی بازگشت است، بازگشت به فطرت پاک و پاکیزه انسانی ایزن در مورد طبیعت، بازگشت به بهار و رویش، ولی یک مفهوم به اصطلاح سیاسی هم ما میتونیم بهش بگیم که داره و اون هم نو شدن جامعه است. چون به هر حال ببینید خب جامعه ما الان سال هاست درگیره. خب راحت بگم مثلا خب من و شما خب دو دیکتاتوری رو دیدیم، مملکتمون و تاریخ ما اساساً درگیره با دیکتاتوری ها بوده و من و شما الان دو تا انقلاب رو دیدیم، یکی انقلاب ضد سلطنتی رو که درش بودیم و یکی هم همین انقلاب ضد آخوندها رو و ضد فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران رو که به هر حال الان سال هاست با همین مسیر رو داریم طی می‌کنیم و میریم. ولی مردم ما و میهن ما و سرزمین ما در حافظه تاریخی خودش حداقل 120 سال انقلاب مستمر رو داره در همین مسیر. ما در واقع در قسمت نهایی و نوک الان پیکان در این جاده، اگر نه پشت سر اگه برگردیم نگاه کنیم که خب 120 سال مبارزه است. بله. و چه بسا بیشتر، چه بسا بیشتر. ما حالا چون انقلاب بزرگ مشروطه رو مبنا میگیریم، بگیم خب از انقلاب مشروطه به این ور، ولی حقیقتا از قبل از انقلاب مشروطه هم مردم ما درگیر بودن با ارتجاع و دیکتاتوری. خب چه تاریخچه مردممون رو نگاه کنیم، تاریخ زندگی مردممون رو نگاه کنیم و چه تاریخ خودمون رو، همین تاریخچه چند سال خودمون رو نگاه بکنیم،
اتفاقا من شما همشهری هم هستیم، قشنگ میشناسیم مثلا خاطرات اون چه بسا یه مقدار زیادی مشترک باشه. بله. بله. که تظاهرات، درگیری، اعتصاب ها، اون روزی که دانشگاه شما، اون موقع ما دبیرستانی بودیم، شما در دانشگاه همون عراق مدرسه عالی علوم. بله. اولین تظاهرات رو من یادم سال 54 بود، 54-55 بود، هم 54 بود. بله. علیه شاه برگزار کردن. خوب ما همین مسیر همش درگیر بودیم، ما و ملتمون درگیر بودیم. سال 58 59 60 خب عیدش مگه چی بود؟ خب عیدش عید 58 من حداقل یادم قاطع میتونم بگم مثلا در تهران خیلی‌ها توی سنگر بودن هنوز، به رغم اینکه 22 بهمن شاه ساقط شده بود، اما در عید 58 هنوز خیلی‌ها توی سنگرها بودن، توی خیابون‌ها بودن و همون موقع سال تحویل توی سنگرها بودن. عید تبریز رو من شنیدم که سنگربندی داشتن و خیلی از مواضع رو مردم در عید توی سنگرها بودن و حفاظت می‌کردن از انقلاب و مواظب بودن که عناصر باقی مانده سلطنت و ساواک کاری نکنن. خب بیایم جلوتر. از اونجایی که همینطوری میایم جلو، خب سال 60 عیدی نبود، 61 همش درگیر مبارزه بودیم. خب ما یک بخشی از در واقع به عنوان پیشتاز مردممون در حال مبارزه بودیم. خب بخشی از مردم هم که عقبه این دستگاه بودند متاثر از همین مبارزه بودند، اونا هم باز عیدشون عید معمول نبود. کما اینکه جنگ هم که از 59 شروع شده بود، جنگ ضد میهنی رو میگن، باز اونجا مردم ما واقعا درگیر بودند. مثلا تمام اون سالها خب از یک طرف بکش بکش بود بین رژیم و مردم که بخواد ببره به جبهه، و از این طرف مردم که واقعا بچه‌هاشون رو تلاش می‌کردن با چنگ و ناخن و دندون حفظ بکنن از پاسدارهایی که مستمرا میومدن و بچه‌ها رو می‌بردن به جبهه و سربازای یکبار مصرفی که می‌فرستادن رو مین. خب عیدی نبود. یکی از دوستان تعریف می‌کرد، می‌گفت که توی شهرها، خب این صحنه رو من خودم دیدم البته، ولی اون تعبیر مال یکی از دوستانه، می‌گفت که توی خیابونای شهرها مسابقه تابوت کشی بود. هر روزی که میخوابیدی بلند میشدی میدیدی هجله ای و کشته ای و عرضم به حضور شما، یک تابوت میبودن، یک تابوت میآوردن. خب تمام اون سالها همینا بود. یا مثلا سال 67 قتل عام زندانیان سیاسی، خب مثلا 68ش نوعید اینا بود، ما میگیم نوعید دیگه. بله. نمیدونم حالا در تهران چی میگن، عراق میگن نوعید. بله. ببینید این همینطوری ادامه داشته میاد جلو. مثلا ما سال 70 دیگه احتمالاً 70 با هم بودیم دیگه، خب در سنگر بودیم و اون بمبارون های نمیدونم عراق تموم شده بود و بعد جنگ زمینی شروع شده بود و رژیم حمله کرده بود و خب زندگی سنگری بود. سال مثلا 82 باز همینطوری بود، اساساً زیر بمبارون بودیم، اساساً زیر موشک بارون بودیم در آمریکا و یا فاصله حتی این 82 به بعد که میای تا 90-92، من حالا فقط دارم صرفاً وقامت رو میگم به عنوان پیشتاز مردممون، ولی مردممون هم درگیر بودند. خب اونایی که مثلا در قیام های 78-88 بچه هاشون رو شهید میکرد رژیم، که خب عیدی نداشتن. ببینید همین که میایم همش تصویر به جای اینکه تصویر سبز و سپیدی باشه از خاطرات، میبینیم که همیشه سرخی خون توی این خاطرات ما هست، موج میزنه. خب این وضعیت ما و مردم ما بوده در این سالها، ولی من میخوام بگم که تاریخ ما همینطوره. شما اگه تاریخ مشروطه رو نگاه کنید، انقلاب مشروطه اساسا در سنگر زندگی میکردند، زن و مرد در سنگر زندگی میکردن. حالا آذربایجان که در واقع خب پیشتاز انقلاب مشروطه بود و سردار ملی ایران ستارخان در آذربایجان داستانی داشت، این داستان ماست که اونا همه در سنگر بودن، مردم مایی. خب حالا این پیشتاز گاهی اوقات خب کار گسترش پیدا میکنه، مثل سال 60 خود ما که تمام مملکت با پیشتازش عجینن و چنگ در چنگ و دست در دست هم دیگه. بعضی وقتا خب یک کمی شرایط که سخت‌تر میشه یک کمی محدود میشه، ولی این داستانه. ولی من میتونم مورد مشروطه رو من گفتم که این مورد
مشروطه رو که شما نگاه کنید، تاریخ مشروطه اساسا تاریخ مشهون از همین صحنه هاست. شما اشاره کوتاهی کردیم به نمونه‌های تاریخی، میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدین در مورد نمونه‌های تاریخی در مشروطه، زمان مشروطه؟ بله، مشروطه رو الان عرض میکنم. فقط یه نکته بگم، ببینید مثلا من گفتم به قبل از مشروطه، اصلا تاریخ باستانی ما همینطوره. نوروز اصلا در آیین ملی ایرانی ها روز پیروزی کاوه آهنگر بر ضحاک، به روایتی ها، بله به روایتی. الان این روایت مثلا در کردستان خود ما روایت درجه یک نوروزه، مردم اساسا نوروز رو با این مفهوم جشن میگیرن. این روایت عامه به اصطلاح ایرانیاست، در مورد تعریفشون از نوروز اینه. ولی در ایران اساسا ما تاریخمون مشهون از مبارزه است و زندگی عادی و مبارزه برای آزادی در واقع عجینه با هم دیگه. اما مشروطه که شما گفتید، من گفتم اون کتابایی که نیاوردم این مقدارشو چاپ گرفتم بیارم اینجا واسه شما و دوستان بگم. ببینید این چند نمونه است که از تاریخ 18 ساله آذربایجان، احمد کسایی و تاریخ مشروطش من آوردن خدمت شما. میگم تاریخ مشروطه میگه که سال 1286 به پایان آمد. همون نسل معروف احمد کسایی است که به زبان خودش میگه و نسل زیبای خودش. سال 1287 که در تاریخ مشروطه ایران یک سال بیمانندی میباشد فرا رسید. در هفته های نخست سال آرامش میبود. سال 1200. بعد یه چند خط که میاد پایین، شما این تاریخ رو که ورق میزنی بعد میگه که شنبه دوم فروردین آقا جنگ شروع میشه. یا علی، دسته ای از مجاهدان خیابان به یکی از سنگرهای دولتیان تاختند و جنگ درگیر. دوم فروردین، در حالی که روز اول فروردین اینا در جشن و شادی و شیرینی و این برنامه ها بودند، ولی روز دوم فروردین جنگ در میگیره. یک همون تاریخ رو یک صفحه که ورق میزنید باز نوشته روز چهارشنبه چهارم فروردین به تاخت بسیار بزرگی برخواستند. مجاهدین مشروطه رو میگه حمله کردند و جنگی که به جنگ ساری داغ معروفه. این جنگ جنگ سنگین و بزرگی بوده که در تبریز بین مشروطه خواهان و قوای استبداد پیش میاد. چهارم فروردین که چند روز هم طول میکشه، بحثش به روزنامه های ایرانی در استانبول هم میکشه و روزنامه های جهان از این خبر تهیه میکنند. خود همین مورخین مشروطه ثبت کردن، میگن که در هر سنگر وقتی میرفتیم تعداد زیادی از مشروطه خواهان بودن که یا شهید شده بودن یا مجروح بودن و انبوه از قوای استبداد و دولتی ها که در هر سنگری 16 و 17 نفر کشته های آنها روی هم. ببینید مثلا این مثلا عید، حالا ما میگیم ما الان اینطوریم، خب اون موقع هم مردم برای کسب آزادی بعد تو نوروز داشتن میجنگیدن. دوم عملیات بوده، دوم فروردین عملیات بوده، چهارم فروردین تا 15 فروردین هم عملیات بوده. بعد حالا وضعیت چطوری بوده؟ تو همون صفحه بعدش میگه، میگه که سختی کار نان و شوریدگی زندگانی مردم هم بحث دیگری بود. قحطی بوده دیگه. بله. آذربایجان محاصره بوده، تبریز به طور خاص محاصره بوده و مردم حتی نون درست حسابی نداشتن، حالا چه رسد به شیرینی دیگه. به حضور شما عرض شود که میگه علارغم این مجاهدان و تفنگداران و دسته های انبوهی از مردم عادی رو به رزمگاه آورده کوشش میکردن استبدادیان را عقب برانند. یعنی تأکید میکنه احمد کسری، میگه که نه فقط مجاهدین آذربایجان داشتن، مجاهدین ستارخان داشتن، بلکه مردم هم بودند. این صحنه ای بوده که این ثبت کرده. یک کمی میریم جلوتر، همون سال 1287 رو من برام عرض میکنم، میگه که وضع مادی مردم که خراب بود، وضع مادی انقلابیون هم و مجاهدین و ستارخان هم تعریفی نداشت. آدم هایی بودن که مجاهدینی بودن که ماها در سنگر بودند و اینا خب قبلا کار میکردن، یکی کارگر بوده، یکی دکوندار بوده، یکی ارزم حضور شما مثلا معلم بوده، هرچی، و به هر حال دستمزد نمیگرفتن و نونی برای خانوادهشون میبردن.
میگه که اینا همه دیگه معطل مونده بودن. ستارخان موضوع رو میفهمه و یک کمیسیونی به اسم کمیسیون اعانه تشکیل میده و رک مسئله رو با مردم مطرح میکنه. میگه که این برادرای ما، این مجاهدین شما دیگه الان آه در بساط ندارن، حتی فشنگ هم ندارن، نون شب که هیچی، همسایه هاشون میرسن حالا بهشون، ولی ما خودمون هم دیگه فشنگ و تفنگ درست حسابی نداریم. میگه که وقتی که به این نقطه رسید، مردم بود که میومدند و هر کی هرچی داشت در اون صندوق اعانه میذاشت و کار به جایی میرسه که ستارخان دستور بده، میگه که آقا شلیک هوایی دیگه نداریم، حالا مثلا عید بوده، جشن بوده، رسم دیگه، معمولا رزمندگان ما خودمون هم داشتیم اون موقع که چیز بود، خب شلیک هوایی و فلان این صحبت ها مثل آتش بازی های امروز، یا اون موقع آتش بازی به این شکل نبوده، شلیک هوایی بوده. میگه که آقا شلیک هوایی دیگه ممنوع، شلیک برای جشن ممنوع و از این بعد هر کی شلیک میکنه پوکشو میاره جاش، یک فشنگ میگیره. ببینید وضعیت اینجوری بوده در تنگی دست مجاهدینی که به هر حال این مملکت رو با خون خودشون رسوندن تا اینجا به دست ما دادن، که الان ما بر سر همون ارزش‌ها و آرمان‌هایی که اونا جنگیدن الان با آخوندها و پاسداراشون 40 ساله 41 ساله ما درگیریم، چنگ در چنگ. یک بعد میگه که همونجا بود که ستارخان گفت که خب ما باید نظم بدیم، بعد دسته بندی میکنه، گروه بندی میکنه، از هر گروه و دسته ای یک نفر که خودشون درشون بوده که زبده بوده و قبولش داشتن، اون رو به عنوان سرگروه و سردسته میذاره، لباس متحد الشل براشون درست میکنن، بعد در خونه ها میدوزن این رو. به حضور شما عرض شود که بعد پست های مشخص، زمان بندی های مشخص، تعویض پست ها، ببینید یعنی یکی از گردان های بزرگ ارتش آزادی ایران اون موقع ستارخان اینجوری تشکیلش داده، در همون بحبوه جنگ و نبرد و عید و تنگ دستی اینجوری ارتش آزادی خودش رو تشکیل داده. خب گردان های دیگه هم بودن، در اصفهان هم یک گردان از همین نیروی آزادی بخش بود، در گیلان هم بود که مجاهدین گیلان بودن که این کار رو میکردن، ایجن در کرمانشاه بود، در جنوب بود که با پلیس جنوب درگیر بودن، در فارس و شیراز بودن. هر حال اینا گردان های انقلاب ایران در اون موقع بودن که در کلیت میتونست ارتش آزادی ایران رو یا ارتش آزادی بخش ایران رو تشکیل بده، آرزویی که محقق نشد تا 66 که مسعود رجوی با ارتش آزادی بخش ملی محقق کرد این داستان رو. میگه که برای هر محله حفاظ درست کردن مثل دیوار و دروازه گذاشتن، بر بالای هر دروازه سنگر گذاشتند، از اونجایی که بازار نقطه مرکزی تأمین مایحتاج مردم بود، برای بازار پست و پاسبخش و نگهبان مشخص در ساعت‌های مشخص گذاشتن، تعویض پست گذاشتن. ببینید میگه که اومد یک بیرق دیگر نوین نو درست کرد و این رو داد، گفت که ببرید بر سردر انجمن تبریز بزنید، که این انجمن مردم نهادی که درست شده بود و کار رو به اینجا رسونده بود ارج و قربش سر جای خودش باشه. و یک دسته رو گذاشت ستارخان فقط برای برافراشتن این پرچم و پایین آوردنش شامگاه و صبحگاه در واقع اونجا. ببینید خب درسته که جنگ بوده، درسته که درگیری بوده، ولی ببینید سردارانی داشتیم که این مملکت رو اینطوری تا اینجا رسوندن. یه مورد دیگر رو مثلا بگم، خب بعد از اون داستان شکستی که به هر حال در تبریز به وجود اومد و بعد روس ها اومدن و مردم پرچم سفید زدن سر در خونه هاشون، حالا حساب کنید این همون سال 1287 که این مورخ ما گفت که خوب شروع شد، ولی از دوم جنگ بود، چهارم جنگ ساریداغ بود، همینجوری اومده جلو. میگه که کنسول روس پاخیتانوف نامی، این اومد خونه ستارخان و گفت که خب شما آدم وجیه و محترمی هستی، شما بلند شو بیا کنسولگری ما اونجا در امانی، یا من بگم که یک پرچم از کنسولگری بیارن سر خونه در خونه شما آویزون کنن که اینجا کسی تعرض نکنه و خدای نکرده به شأن و مقام شما، که همون داستان معروفه که ستارخان بهش میگه که من میخوام آقا 7 دولت بیان زیر بیرق ما، من کجا بیام زیر بیرق تو. بعدم که بلند شد که
کنسول روس اومد بره، ستارخان پشت سرش بلند شد. این رو احمد کسروی میگه، میگه ستارخان اومد سردار ملی و شروع کرد پرچم‌های سفید رو از سردر خونه ها انداختن. کسروی میگه که بیگمان شمارشان، شماره ایشان به 20 تن نمیرسید. نیروهای رزمنده انقلاب، اونایی که پای کار مونده بودن، بله. شما حساب کنید ببینید در تهران مجلس رو به توپ بسته محمد علی شاه با لیاخوف و اینا، اونجا مجلس تعطیل شده. بعد یک عده رو فرستادن با اینو دوله آذربایجان که تبریز رو هم 0-0 کنن، چون جای دیگه تقریبا 0-0 شده بود، یعنی در واقع مشروطه تعطیل شده بود به طور کامل. توی اون شرایط حتی در تبریز میگه که محلات مختلف هم همه تعطیل شده بودند، که فقط خود محله ستارخان بود، حتی میگه محله باقرخان هم دیگه پرچم زده بودند، ستارخان بود الا ولا بود یکی، ستارخان که با کمتر از 20 نفر بلند شد رفت و دوباره مشروطه رو احیا کرد. این یه نکته ای میگه، میگه که اگر این، میگه کار بزرگی بود که ستارخان کرد، چون اگر این کار رو نمی کرد و با کمک روس‌ها استبداد محمد علی شاهی برمیگشت به آذربایجان، میگه که تمام آذربایجان و تمام تبریز رو از خون مشروطه‌خواهان و مردم آذربایجان اینا پر میکردند، رنگین میکردند. جان ده‌ها هزار رو در واقع نجات داد ستارخان. از این فاکت‌ها آقا من اگه بخوام بگم زیاده. حالا اینجا این وسط یه پرانتز هم من باز کنم، دوست و دشمن مردم اینجا شناخته میشه. کسروی میگه که در همون روزهایی که یک همچین صحنه هایی بود، میگه که اینو دوله اومده و تبریز رو محاصره کرده بود، در همون روزها اینو دوله یک دسته از قزاق را با یک شستیر به سرکردگی رضاخان سوادکوهی، در پرانتز رضا شاه پهلوی، همین رضاخان قزاق، به قراملک فرستاده بود با یک پزشک که مردم و ستارخان نا شلیک میکردن. از این موارد زیاده، یعنی من فکر نمی کنم به هر حال در حوصله یک برنامه نوروزی نیست که بیشتر از اینها بریم توش، ولی واقعیت اینه که مردم ما اینجوری این مملکت رو با این جانفشانی ها و با تحمل چنین سختی هایی عبور دادن از پیچ و خم تاریخ تا رسوندن به اینجا که الان ما داریم همون مسیر رو ادامه میدیم. شما نمونه‌های جالبی رو از در واقع تاریخ مشروطه گفتین تا اونجایی که به نوروز و عید برمیگرده. حالا سوال من اینه که آیا ما باید این رو برای خودمون روال بکنیم که همیشه عید ما باید در واقع ترکیبی باشه از مبارزه با دیکتاتوری و این موضوعاتی که شما نمونه زدین ازش، یا به عبارت دیگه آیا ما همیشه باید با این تناقض درگیر باشیم که عید به یک طرف و اون طرف هم در واقع مصائب و مشکلاتی که بر سر مردم هست؟ بله، سوالاتتون امروز یکمی سخته دیگه، درسته؟ نه، البته که نه، مطلقاً نه. یعنی نباید روال بگیم که آقا روال همینه و باید همین جوری باشه. نه، اتفاقاً ما میخواییم این روال رو ادامه بدیم به جایی که دیگه این روال نباشه، یعنی عجین کردن مبارزه با عید و نوروز و این صحبت ها رو میخواییم به جایی برسونیم که اتفاقا دیگه واقعا عید عید باشه و نه عید با جنگ، نه عید با خونریزی، نه عید با مبارزه سختی، اعدام و دیکتاتوری و این چیزایی که همیشه حکام ایران، دیکتاتوری های حاکم بر ایران تحمیل کردن به مردم ما. نه، اتفاقا ما میخوایم عیدی باشه که از اون عید اونور رویش باشه، سازندگی باشه، آبادی باشه، آزادی باشه. توجه میکنید؟ این رو میخوایم. منتها ببینید یک نکته نباید به هر حال چشم پوشی کرد ازش یا آسون ازش گذشت، و اونم اینه که خب ما به هر حال باید به نقطه‌ای برسیم که یک حاکمیت ملی دموکراتیک و مردمی در ایران به وجود بیاریم. ما و مردممون میگم، ما که میگم ما و مردممون دارم میگم، و تا اون روزی که به این نقطه نرسیم، خب به هر حال این روال هست، این روال وجود داره. در این روال هم خب دیکتاتورها میخوان که ما درگیر غم و درد و مشکلات و مصائب خودمون باشیم،
و تن بدیم به وضعیت موجود، در حالی که نه، ما میگیم اتفاقا در سخت ترین شرایط جشنمون رو هم میگیریم، سرزنده و شادابتر میاییم و این مبارزه رو قاطعانه تر و مستحکم تر از همیشه ادامه میدیم تا به برقراری اون حاکمیت برسیم. حاکمیت هم که میگم منظورم صرفا یک حکومت نیست. ببینید ستارخان چطوریه که در همین الان داشتیم صحبت میکردیم، ستارخان چطوریه که مثلا در بحبوحه جنگ و درگیری بعد یه مرتبه میاد یک دسته رو با یک پرچم جدید میفرسته برای انجمن تبریز، میگه آقا اصلا برای اینکه این انجمن احترام و شؤوناتش حفظ بشه این پرچم رو اونجا این دسته حافظ این پرچمه، یک دسته مسلح، در حالی که در سنگرهاش نیاز داشت به تک تک اینا. اون شرایط شرایطی بود که همین احمد کسروی میگه که زنان تبریز، دخترای تبریز لباس مردونه میپوشیدن و میرفتن توی سنگر، چون ستارخان اجازه نمیداد، میگفت که نه شما در پشت جبهه باشید، پشت سنگر. ولی اینطوری نبود، کما که بعدن کنسول روس هم این قضیه رو گفته بود، گفته بود خیلی از سنگرها بودن که اصلا دیگه زنا بودن، رسما دیگه زنا بودن. مادر کلونل محمدعلی خان پسیان میگه که خودش سرکرده یکی از این سنگرهای زنانی بود که دور سنگر ستارخان بودن، نزدیک به سنگر ستارخان بودن. بلد. خب ببینید توی همچون بحبوحه‌ای که زنان مملکت ما هم میرن و توی سنگر میشینن، زندگی سنگری تو اون شرایط، تو اون شرایط شما حساب کنید ببینید الان ما تو قرن 21 انقدر مشکل داریم، زنان انقدر مشکل دارن، تو حساب کنید که ببینید اون موقع چه جوری بوده. شما ببینید در مثلا 120 سال پیش، یک قرن پیش، اونم در منطقه‌ای که به هر حال در آذربایجان تعصبات مذهبی و این مسائل این شکلی به هر حال خیلی واجب و رعایه بوده، و ستارخان و مردم ما اونجا با اون رعایت ها می اومدن و در سنگر حاضر می شدن و سلاح به دست می گرفتن. چرا اون انجمن رو اینقدر شأنش رو ستارخان به جا میاره؟ ببینید حکومت، یک حکومت دموکراتیک و مردمی وقتی میتونه پا بگیره که از دل نهادهای اجتماعی دموکراتیک بیرون بیاد. اگر یک حکومتی باشه به صرف یک ساختار حکومتی در رأس هرم قدرت که کابینه ای هست و وزیر و وکیلی هست و رئیس جمهوری حتی هست، حالا نه بگیم مثلا دیکتاتوری سلطنتی که خب هر روزش معلومه، حتی جمهوری هم اگر باشه، ولی در پایه ها مبتنی بر واحدهای مردم نهاد یا همین چیزی ما الان میگیم NGO، اگر این نهادهای مردمی در پایه این رو نساخته باشن و اون به این نهادها متکی نباشه، احزاب مردمی، گروه های مردمی، انجمن های مردمی، شوراهای مردمی، چقدر سر این شوراهای انجمنهای ایالتی و ولایتی از صدر مشروطه تا همین سال 58 مردم ما جنگیدن. اون داستان آیه طالقانی اصلا یکی بله. از چیزاش همین انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. خب اگر این نهادهای مردمی نباشن در پایین و نتونیم ما این نهادها رو به وجود بیاریم، مردم ما به وجود بیارن، شوراهای مردمیشون رو، کانونهای مقاومت مردمیشون رو، کانونهای شورشیشون رو، و از روی هم نهادن این مجموعه ها یک هرمی رو تشکیل دادن که سیستم حکومتی مبتنی باشه برای یک همچین چیزی، طبعا دوباره برمیگرده، دوباره همون آش خواهد بود و همون کاسه استبداد. اونجا عید ما عید میشه، عید مردم ما واقعا نوروز میشه، که ما در پایه ها انجمن های اجتماعی، سندیکاها، اتحادیه های مردمی داشته باشیم و از دل اینها، از دل این شوراها و انجمن ها دولت مردمی بیرون بیاد. اون رو طبعا عید، نه اون وقتی که نمیتونیم بگیم روال عادیه که آقا نه در روز عیدم یا علی شما سلاح رو ببند و شروع کن، دوم فروردین جنگ کن، چهارم فروردین هم جنگ ساری داغ برو الی آخر تا امروز که الان داره پیش میره. نه، اون روال عادی نیست، ولی روال عادی در دیکتاتوری، روال رزمنده اینه که انشالله امیدواریم ما و مردممون و کنونهای شورشیمون و جوانان قهرمان شورشیمون که این روزها واقعا خوش میدرخشن بتونیم این ساختار و این سازواره رو در مملکتمون بناش رو پیش رو بریزیم و این بنا بیاد بالا تا عید واقعا عید بشه. بله واقعا چه
تصور زیبایی هست از زمانی که مردم ایران رنج و مشقتی نداشته باشن، لبخند به لباشون بشینه، سفره هاشون پر باشه و شادی تمام زندگیشون رو پر بکنه. بسیار بسیار زیبا خواهد بود ایران. خیلی تشکر میکنم از فرصتی که دادید. تشکر از شما و فرصتی که دادید و بینندگان عزیز که اجازه دادن که ما این همه وقتشون رو بگیریم.